اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين له الفداء. ولعنة الله على أعاديهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكونن عليهم سبعا زاریا تغتنم اکلهم. نبادا نسبت به ملت، نسبت به مردم سبع باشی، درنده باشی، مردم را از این حالت تو ناراحت کنی. این دستور العمل دومه که حضرت می فرماید تو باید نسبت به عامه رعیت و ملت و جمعیت و افرادت رعایت کنی. بعد دستور سوم رو حضرت می فرماید و اون دستور سومی که می فرماید اینه که تو در میان اجتماع ممکن است دستوراتی داده باشیم و این دستوراتی را که دادی به افراد، این افراد بعضیا اینها را ازش به اصطلاح تخطی کردند، عمدن و یا خطاً نافرمانی تو را کرده اند. حضرت بعد از اینی را که دستور العمل اول رو داد و فرمود نکند مانند درنده باشیم، نکند میان اقشار فاصله بیندازی، یه تیکه عبارت به عنوان دلیل بیان کرد و اون دلیل رو فرمود اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. یعنی ای مالک، مردم، ملت، جمعیت، این همه افرادی را که هستند دو حالت دارند: یا اینها برادر دینی تو هستند، مسلمانند، مسلمان گوینده لا اله الا الله و شهادت میدهد به رسول الله و ملتزم است به احکام مقدس دین مبین اسلام، این مسلمان. یا نه، مسلمان نیست بلکه اون اهل کتاب، ذمی، معاهد، از اسلام خارجه. اما اگر کسی این طور باشد، او هم باید تو به چشم مهربانی به او نگاه کنین. چرا؟ زیرا حضرت می فرماید او نذیر لک فی الخلق، در خلقت مثل توه، مثل توه یعنی انسانه. این حقوق بشری را که در میان مجامع مختلف بین الملل صحبتش هست، این کلامی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در 1400 سال قبل گفت. وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان علیه آلاف تحییت و سلام، دستور مساوات و نگاه کردن به ملت که با یک دید باید به همه مساوی نگاه بکند، یک استدلال دو کلامی می کند. حضرت می فرماید مردم دو قسمن. مردم اما اخون لکه فی الدین، یا همه مسلمانن، موحدن، متوجه یک دین و آیین و قبله و کتاب هستن،
گوینده لا اله الا الله هستند و شهادت به رسول الله و ملتزمند به احکام دین و متدین که این برادر مسلمانه دیگه. یا این طوره یا اینی که نه، از دین بیرونن، از اسلام بیرونن، یا یهودیان یا نصاریان، یا اینی را که اصلا اهل کتاب نیستن، معاهدن، ذمیان. اما اینها رو هم باید با یک نحو قشنگ بهشون نگاه کنی، یعنی مساوات بهشون نگاه کنی. چرا؟ برای این که حضرت فرمود نظیر لک فی الخلق، اینها نظیر خودتن، یعنی انسانن، این افراد بشرن، از ناحیه خداوند متعال مخلوق حضرت احدیتن. خب پس بناءً علی هذا، این دستور العمل، دستور العمل اوله. اول فرمودند که محبت نسبت به همه داشته باش، دوم فرمود سوء استفاده از قدرت نکن، برای اینکه مردم دو صنفن، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. دستور العمل سوم، حضرت می فرمایند این دستور العمل را هم نگاه کن، و اون اینه، جمعی از افراد هستند در مقابل فرامینی را که شده است، دستوراتی که حکومت داده است، در مقابل اینا یه تخلفاتی دارند. حالا این یه تخلفات یا اینی که ان عمدنه یا ان خطائنه، یعنی این افراد یا خطا کردند و یا اینکه نه، عمدن نافرمانی کردند. حالا اینهایی را که نافرمانی کردن، تو نسبت به اونها چه برخوردی میخوای بکنی؟ اجتماع امروز ما رو بگید، این افراد چه تلافی میکنن، انتقام میجوین. یعنی اگر یک نفر تخلف رانندگی کرد مثلا، فرض بفرمایید، نه تخلفاتی که منجر به مرگ میشه، مثل این که فلان جا باید نیسته ایستاد، مثل این که فلان کار نباید بکنه میکنه، یا یک تخلف، یک دونه ارزم اختاری داده میشود، این در اثر عدم توجهش رد میشه. خب این بنده خدایی را که بعضی از افراد هستند میان انتقام میگیرن، انتقام گرفتن کار بسیار غلطه. حضرت چی میفرمایند؟ حضرت اینطور میفرمایند، میفرمایند که یفرط منهم الضلال و تعرض لهم العلل و یعطی على ایدیهم فی العمد والخطا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفه و صفحه. یعنی چی؟ یعنی گاهی افرادی که در میان اجتماع شما هستند، طوری هستند که به اصطلاح این افراد یه خطایی ازشون سر میزنه، پاشون لغزش میخوره، اینها عللی براشون پیدا میشه، یا ان عمد کاری یا از خطا کاری را مرتکب میشن، فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه. یعنی با اینها عفو کن، نسبت به اینها بخشش کن، نسبت به اینها انتقام نگیر. یعنی همون حالی که تو انتظار داری از خدا نسبت به گناهات، معاصی که میکنی انجام بده، خدا نسبت به تو دوست داری، راضی هستی خدا او رو، تو رو ببخشد، عفو بکند، به همین کیفیت تو اونها را عفو کن، تو اونها را همون نحوهی که دوست داری ذات مقدس پروردگار متعال با تو عمل بکند، نسبت با اونها عمل بکن. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ
والله فوق من ولاک وقد استعفاک امرهم و ابتلاک بهم. یعنی خداوند متعال در این جهان تو که الان والی این جمع شدی از ناحیه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین بالاتر از توه و خداوند متعال هم بالاتر از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه. پس همون نحوهی که دوست داری با تو عمل بشود از ناحیه والی امر یا پروردگار متعال، به همون نحوه با این مردمی که احیاناً خطایی ازشون سر زده است، نافرمانی که کرده اند نسبت به اونها همین طور کن، از بخشش، از عفو و عملهایی که مانند این هست. فانک فوقهم، تو فوق این مردم هستی، تو حاکم اینها هستی، تو والی اینها هستی. اما و والی الامر علیک فوقک، والی تو که علی ابن ابی طالب باشد از تو مقامش بالاتره و ذات مقدس حضرت احدیت از او بالاتره. و الله فوق من ولاک، اونی که تو رو حاکم و تو رو استاندار و تو رو رئیس دولت کرده است، خدا از او هم بالاتره. و قد استکفاک امرهم، از تو خواسته تو امور ملت و مردم و رعیت رام کفایت بکنی، از بعضی از کارهاشون درگذر و خداوند متعال اونها را به تو مبتلا کرده و تو را به اونها مبتلا کرده. این دستور، دستور سوم است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید. دستور چهارم، و یا قبل از اینکه من دستور چهارمم بگم، این نکترم باید در میان کلمات امیرالمؤمنین ذکر شده، اینم به خدمتتون و به سمعتون برسانم، اینه که حضرت آخر این جمله میفرماید ولا تنسبن نفسک لحرب الله فانه لا ید لک بنقمته ولا قنا بک عن عفوه و رحمته. یعنی چی؟ یعنی تو اگر بخواهی با مردم ظلم بکنی، تو اگر بخواهی نسبت به مردم اونها را ازشون انتقام بگیریم، کأنهو در میان انتقام گرفتن تو، در میان این که اگر نافرمانی خطا و دستور تو را انجام داد اگر بخشش نکنیم، تو عملی ممکن هست مرتکب بشیم که این عمل اعلام حرب با خداست. چرا؟ اینا بندگان خدا هستن، تو نسبت به اونها ظلم میکنیم و این ظلم کردن تو نسبت به اونها، این باعث می شود که شما با خدا کأنه اعلام جنگ کردی. عبارت رو دقت بفرمایید، ولا تنسبن نفسک لحرب الله، تو خودت را در مقابل جنگ با خدا قرار نده. فانه لا ید لک به نقمت، تو که قدرت نداری در مقابل نقمت خدا و عذاب خدا تحملی کنی. ولا قنا بک عن عفوه و رحمته، تو از رحمت و از عفو او بی نیاز نیستی. پس با مردم باید مدارا کنی و اگر کسی خطا کرد اونها را مورد عفو و رحمت و بخشش قرار بدی تا ذات مقدس خدا از تو بگذرد. اما دستور بعد که انشاءالله برای جلسه بعد به خدمتتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا.